که میرید توی این نشستای نتورک و اینا، من رفتم قبلا، از مثالای عجیب براتون میارن. فلان آدمو ببین سرمایش از اینقدر شده، اینقدر میلیون دلار. بچه‌ها اگر واقعی باشه اینا رو درست کرده، اینا رو درست کرده، افتاده رو دور برد دیگه، اینجاهاش میان بره. اینجا رو به شما نمیگن، اینجا رو به شما نمیگن، اینجا رو به شما نمیگن. از بحث درس دور نشیم بریم. مثلا میخوام در مورد درسی هم از همین استرابه، من خودتون میدونین ادبیات درس ضعیفم، یعنی ادبیات واقعا میترسم من ادبیات تست بزنم، مثلا میترسم، میگفتم خب آن توی ادبیات قرابتم خوبه، بیا همه قرابت رو بزن، نمیرفتم اصلا سمت مثلا آرایه و اینجور چیزا نمیرفتم. یادم تا اسفند همین بود، درسدامونشون بدین ادبیات همیشه پایین بود، به خاطر اینکه من ادبیات رو درست نخوندم و هیچ کاری هم واسش نمی‌کردم. آب چشمه از بالا گلارو بود، چشمه از بالا می... چشمه یه آبشار میگن، حالا هرچی، اینجا گلارو نخونده بوده که این بر نتیجه بد میگرفته، بعد چی کار کنه؟ از اول نشستم درست اسفند بود، زمان خیلی کم بود، ولی بهتر از این بود که حداقل 10% پیشرفتش بدم و 20% نرم پای کنم. بله. نقطه قوتم هم نبود تو عمومی ها، ولی بد نبود. بله بله. پس اینا مساویه بود عملا. دقیقاً. همیشه هم برد نیستا، گاهن مساویه. یه چیزی من چند روز پیش گذاشتم، بذار آخرش میگم. پس بچه ها ما رفتیم دو مطالعه، سرعت مطالعه رو توضیح دادیم. اول شما باید هی بخونی، اشتباه کنی، اشتباهات تو رفع کنی، آزمون بدی، تحلیل کنی، اشتباهات تو رفع کنی که سرعتت بیاد بالا. توی آزمونم بچه ها همینه، توی تست آموزشی هم همینه. عمده مشکل بچه ها در بحث تست زدن اینجا، در بحث کنکور اینه، همه اینو میگن آقا ما خوب میخونیم ما تست نمیتونیم بزنیم، سرعت تستمون خیلی پایینه. تکنیک تست زدن چیه؟ میام بهت بگم چیه. یه سوالی بهت میگم، از علی میپرسم، علی اینجا به عنوان دانش آموز ناظر و حاضر، علی جان شما تا به امروز در یک واحد چی شدم؟ شما در یک واحد مطالعاتی مثلا توی 1 ساعت و 30 دقیقه میتونی 20 تا تست بزنی؟ خب میگن آقا تست زماندار تو برنامه نمیذارین. یعنی واقعا این جمله رو میگم، من سرمو میخوام بزنم تو دیوار. میگم چرا میذارم؟ شما تایم بعدی تو 1 ساعت و 30 دقیقه 75 تا تست بزن. آقا نمیتونیم که. میگم تست زماندار تو برنامه بذارین یعنی چی؟ اصلا ازش بپرسین تو تسلط داری؟ اصلا یعنی چی تست زماندار بذارین تو برنامه؟ یعنی چی؟ تو باید به جایی برسی که این 20 تست هفته بعدی بشه 25 تا، خودش 27 تا، 30 تا، 32 تا، 35 تا، 40 تا. آقا من یه گرفتاری که داریم، همه خانواده ها جلسه اول، بچه من باهوشه، درسش هم خوب میخون، تست زدن و مشکل داره، بعد بچه رو بچه چونه 90,000، الله اکبر، به خدا 90,000 خوبه شونه، 170,000 میاد میگه برای کنکور دی میخوام بخونم. میگم چرا؟ میگه من تو خوندن مشکل نشم، تو تست مشکل دارم. میگم سرت سلامت. آخه شما الان مثلا اصلا بیدی ترس تو باغ نیست، اصلا طرف اونی جای دیگه ای داره زندگی میکنه و میگه داداش مشکل. میگه نه مشاوره شما مشکل. بابا من الان اگر 20 تا تست تو برنامه میگم بزن زماندار، توی ساعت و نیم 75 تا تست بزن. میتونی؟ اگر نمیتونی چرا نمیتونی؟ چون به ذاتی چیزی به اسم تست زماندار رو مفهومش رو اشتباه فهمیدی. شما انقدر باید در طی زمان تسلطت زیاد بشود که در طی زمان تمام واحدهای تست رو با سرعت بالا بزنی. حالا آقا شما برای خواهر من تو برنامه پارسال کلاسی نوش تست زماندار آخر سال میذاشتین. آها حالا بیا اینجا بگم که تست زماندار واسه چی میذاریم. مثلا قبل از اینکه بریم. خودتون به مشاورم اولش یادتونه، مثلا من 1 ساعت و نیم وقت تایم مثلا مطالعاتی مثلا زیستم بود واسه تست، من کلا 25 تا. خودتون یادتونه 25 تا. این آروم آروم زیاد شد به 60 تا. دقیقاً به 60 تا، دقیقاً به 60 تا. هیچ وقت ما حرفی از تست زماندار نزدیم، فقط میگفتیم که هر تایم میگفتیم زور تو بزن برای هفته بعدی بیشتر. چون حالا
میگه آقا پس شما هیچ وقت تست زماندار در برنامه نمیذارین، ما تست زماندار میذاریم